سلام، ما منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح شنبه 7 اردیبهشت ماه 1392 خورشیدی در ایران است، برابر با 9:30 جمعه شب 26 آوریل یا اپریل سال 2013 میلادی در واشنگتن. بیننده و شنونده رادیو تماشا هستید، رادیو بخش فارسی صدای آمریکا. و ما همونطور که با برنامه‌های صدای آمریکا آشنا هستید، این رسانه در فرصت‌های مناسب شخصیت‌ها و چهره‌هایی رو معرفی می‌کنه که سهمی در تاریخ فکر و هنر و به طور کلی تمدن بشری داشتند. یکی از افرادی که عمری به یاد کشور زادگاهش ایران پوشیده، دکتر مسعود هارون مهدوی است که همکنون مقیم آلمان است. همسر او هم با نوشتن کتاب بدون شوهرم هرگز به زبان آلمانی در برابر کتاب و فیلم جنجالی بدون دخترم هرگز تلاش کرد تصویر مثبت‌تری از ایران به مخاطب به خصوص غربی ارائه کند. برای آشنایی مخاطبان صدای آمریکا با دکتر مهدوی، گفتگوی بلندی با خود وی انجام دادم که بخش نخست آن امشب و بخش‌های بعدی شنبه‌های آتی تقدیم می‌شود. آقای دکتر مهدوی عزیز، بسیار خوشحالیم از اینکه شما رو مهمون داریم در صدای آمریکا. این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین، واقعا ازتون ممنون هستیم. داشتین برای من تعریف میکردین که جوانترین شهردار ایران بودین. بذارید از همینجا شروع کنیم. چی شد که شما به این سمت رسیدین؟ خلاصه ای از زندگیتون رو تا مرحله شهرداری بفرمایید که از اونجا به بعد پیش بریم. منم به سمت خودم سرکار خانم رحیمی و فرستنده بزرگ تشکر میکنم که این وقت و فرصت به من دادید و همینطور از شنوندگان و بینندگان این برنامه. عرضم بزرگ شما، سالهای 1345 به بعد، 46, 47, 48 سالهایی بود که تشکیلات سیاسی ایران، دولت ایران پایه فعالیتهاشو و سازندیهاشو مقدارشو گذاشته بود رو اینکه جوانها رو، جوانهایی که فارغ التحصیل میشن چه در داخل چه در خارج، اینها رو جذب کنه که اینها سهیم باشن در سازندگی ایران. در همون زمان من به اتفاق همسرم که آلمانی هستن و اون موقع من یه فرزند داشتم، پسرم، عازم ایران شدیم. یعنی در آلمان بودین و تحصیل میکردین، عازم ایران شدین بعد از فارغ التحصیلی؟ وقتی من سال 1968 بودش، بله، یعنی میشه 47. آمده بودین آلمان در چه رشته تحصیل کنین؟ من رشته، ما میگیم اینجا ماشینن با، در آلمان یعنی همون مکانیک اینجا یا مهندسی ماشین. وزارت فرهنگ مونیخ به من این دیپلم داده که تحصیلاتم در پلی‌تکنیک بوده. بعد از خاتمه تحصیل برگشتم من بلافاصله به ایران، چون همیشه من نظرم بر این بود که جامعه ایرانی به من بیشتر نیاز داره تا آلمان. وقتی هم به ایران برگشتم، اوایل کار در شرکت‌های خصوصی مثل اسپنس خاور و آما سمت‌های سرپرستی طراحی قالبشون در مرسدس داشتم، مدیریت فنی کارخانجات آما رو داشتم. اون موقع چند سالتون بود؟ من اون موقع که برگشتم حدود 28 سالم بود. من متولد اردیبهشت 1920 هستم. بعد روی تصادفی در هر صورت، چون من قبل از اینکه به آلمان برم برای ادامه تحصیل، با سمت دبیر فنی هنرستان سنتی ساری 2 سال خدمت کردم، به همین دلیل این راه برای من باز بود که برگردم به وزارت آموزش پرورش. با سمت مسئول یا سرپرست هنرستان سنتی کرمان به این استان رفتم و به اتفاق همسرم و فرزندم و مدت 3 سال اونجا بودم. در این مدت 3 سال تونستم علاوه بر اون هنرستان سنتی، اولین مؤسسه عالی اون استان که انستیتو تکنولوژی بود تأسیس کنم و حدود 6 تا هنرستان سنتی مختلف، یعنی هنرستان های کشاورزی و سنتی و از جمله اولین هنرستان معدن رو در اون پایشو بذارم که در استان در استان کرمان، در شهر کرمان بود، در جیروف بود، بهم بود، رفسنجان بود. و سیرجان، من نظرم بر این بود که ما اگر بخوایم در آینده مردم متکی به خودشون باشن، باید جوانهای این نسل رو بهشون یک حرفه یاد بدیم. این صدای آمریکا در واشنگتن است.